ricordi magute. خب ببینیم امروز بخوام چیکار کنیم. این هنوز سر نمیذاره من کامنت هامو ببینم تصویر شد اومد دست. خب یه داد فریادی بکنیم بعدا دیگه دست در نه. خب بریم سراغ جلسه امروزمون. چی میخوام بگم امروز؟ از کجا شروع کنم؟ ببین این دوتا کتگوریه. دیسکیت فایبریشن دیدیم، هزار جور پامبول باش در آوردیم، مثال زدیم، حتما یادتونه که دیسکریت وایبریشن چی چی بود اصلا. درسته اینطور بود که شما یک کتگوری بی مثلا دارین اینجا، درسته یک کتگوری ای هم دارین بالا سرش، یه فانکتور اف هم دارین، بعد به این میگیم دیسکریت وایبریشن. هرگاه که به ازای هر یه مورفی که من این پایین پیدا کنم مثل F و هر نقطه که این بالا روی فایبر مربوطه این، یعنی جایی که F یک آبجکتی که Fش میشه این یارو که ته اینه، هر نقطه هم که اینجا معلوم کنم یک و تنها یک لیفت وجود داشته باشه بالای F با انتهای این شکلی، یعنی یونیک لیفتینگ داشته باشم وقتی که ته معلوم کنم. این میشه فایبریشن. سر رو معلوم کنم وقتی بهش یه سری میگفتن کوفایبریشن. کوفایبریشن یه نوشن دیگه هم از توپولوژی قاطی میشه اینا با هم. الان بهش میگن آپ فایبریشن، اپوزیت فایبریشن. حالا بعد یه مثال از این مثال دیدیم، کاورینگ سپیس معرفی کردیم که بشه باش مثال از این ساخت. مثلا یه سری مثال های دم دستی و اینا هم دیدیم. از مهمترین هاشو که دیدیم هم اینه، مثال کاتگوری آف الیمنت. یعنی گفتیم که اگر یه F داشته باشیم از مثلا الان بگوید B اپوزیت به ست، به هر یه دونه از اینا یک چیز نسبت دادیم دگه، یک کاتگوری آف المنت. درسته یادتونه که اینجوری بود، این آبجکتاش بود A و X هایی که A آبجکت B هست، مثلا X هم توی F A هست، در واقع همه اعضای همه F A ها رو با حفظ سمت نگه داشتیم. این یک چیز بود، یه فانکتور خب فورگتفول واضحی هم داره که میبره رو اولی پروجکت میکنه. این دیتای ما بود و بعد این دیتا رو نشون دادیم که چیه، عرض کنم که دیسکریت وایبریشن. این دیسکریت وایبریشن، این یه مثالی بود از دیسکریت وایبریشن. امروز میخوام بگم که اینا همه دیسکریت وایبریشن هم در یه حد ایزومورفیزم. بنابراین میشه دیسکریت وایبریشن اکسیوماتیزیشن یه همچین سیچویشنی دید که یک افی بوده حتما و المنتاشو گرفتیم و اینم بی پروجکشن ساده است. در واقع دیسکریت وایبریشن ها اینا. خب یعنی چیکار میخوام بکنم؟ باید بگیم که چیکار میخوام بکنم. حالا یکم گیجم به خاطر اینکه بعد یه چیزی استفاده کنم که تعریف نکردم، حالا موندم که واسه تعریفش کنم. خب بذار اول بگم که گول مربوطه چیه.
دقیق تر از اینی که الان گفتم. گول مربوطه اینه که کتگوری دیسکریت فایبریشن های روی بی، این اشیاش همین دیسکریت فایبریشن هست که حرفشو زدی. مورفام طبیعتاً چون اینا دوتا فایبریشن که تو داشته باشی این شکلی دیگه، درسته؟ این هیچ چیز نیست جز اینکه این مثلث یه فانکشنی که از ای به اف که این مثلث جابجا بشه، یعنی در واقع ساب کاتگوری اوور اوور کاتگوری، ساب کاتگوری کات اوور بی. خب این از این کاتگوری. کاتگوری دیگرمون هم هست ست به توان بی اپوزیت، خب که همین افاس که ازش بلا میکشه. عجیب نیست که من این EL رو بگم یه مپیست که یه فانکتور F رو میگیره تبدیل میکنه به فایبریشن، بعد ایشالله به حق پنشتن من یه دونه مپ برعکس اینم پیدا میکنم به طوری که این دوتا مپ نشون بدن که دوتا کاتگوری یکیه. حالا دوتا مسئله هست، یکی اینکه این دوتا مپ ها چیه؟ این EL رو دیدیم اما نه همچینم، به خاطر اینکه الان ما میدونیم EL رو آبجکت ها چجوری عمل میکنه رو F، ولی روی مپ ها یعنی نشرا ترانسفورمیشن ها این ور نمیدونیم چیکار میکنه، و بعد اونو بگیم چیه و بعد بگیم که این EL فانکتوره واقعا، درسته؟ و یه فانکتور هم که اصلا برعکس هیچیش تعریف نکردیم که باید بوشه و فلان بگیم و بگیم فانکتور آقه. بعد میرسیم به این که حالا که دوتا فانکتور رفت و برگشت داریم باید بگیم یعنی چی که این دوتا نشون میدن که این دوتا کتگوری یکیه، اونم خودش بحث دیگه است. بذار اول از آسونه شروع کنم، الان تصمیمم گرفتم که اول این ای ال رو تکلیفش رو معلوم کنیم. ای ال روی آبجکتی گفتیم چی کار میکنه و قبلا هم بهشون دادیم که ویل دیفایند، یعنی من اگه فانکتور اینجا داشته باشم ببرم اونور واقعا دیسکریت وایبریشن. حالا میخوام روی مپ هم بگم کجا ببریم، درسته؟ خب یه تلاش کنیم بگیم که روی مپ باید کجا بریم. خب مپ چیه؟ میگه که ببین شما اینجا یه F داری بگو، درسته؟ از B opposite تشریف بردی به set، بعد از قضا یه دونه G هم داری که همین جوریه، اونم خوشو، و یه دونه هم آلفا داری که نشال ترانسفورمیشن، یعنی مپ بین این دو تاست. این F و G رو تبدیل کردی به المنت F المنت G، این طبقه هم اعضای داخل F و G هم به تعبیری، و بعدم پروژکشن ها که کار خاصی داره نمیکنه، فقط پروژکت میکنه به B رو داری. اینجا من یه مپ میخوام که اینو جا به جا کنه، درسته؟ متناظر با آلفا، یعنی این که این بالا چه فانکتوره دیگه، ولی من یه فانکتور من باید تعریف کنم متناظر با آلفا. ال آلفا اگر ال قرار باشه فانکتوره باشه میشه ال آلفا دیگه. ال آلفا رو باید تعریف بکنم که یه فانکتوری باشه برین دوتا کتگوری که اینا رو هم جا به جا کنه. خب چی باید بگیرم اینو؟ خدا رو شکر که در کاتگوری تئوری همه چی کانونیکه، یعنی شما هیچ فکر نمیخواد بگو، مینویسی ان شاءالله معلوم میشه. الان بیا بنویس ببین معلوم نمیشه. اگر میگه که همه بر اساس تایپ چکینگ معلوم میشه، یعنی توی فیزیک کلکی دارن که یه کمیتی رو که میخوان جور در بیاد اینا، اینو تحلیل ابعادی میکنن، یعنی میگن که الان این بودش چیه، این دو متر به توان دو نمیدونم فلان تقسیم میکنه، بعد جور در میاد، عددا از تو اون در میاد گاهی کلکینه. این هم یه همچین حالی داره، یعنی شما باید ببینی که چی از کجا گرفتی به کجا میخوای بری، به راه دیگه هم اکثر اوقات نداری خدا شد، اگر هم چند تا راه داری اینا با هم معادله، یا اگه قرار یه تعریفی بکنی تعریفت باید جور بشه کنه معادله. خیلی خوب بذار ببینم دیگه من چی دارم نمیذارم. سوخت. چیزیم بگم. نباستیم آقا.
بله. خب بیا تلاشمون رو بکنیم. الان من یک فانکتور میخوام، به خیلی پیش در پیش میشه دیگه، گام به گام باید بریم جلو. الان من یه فانکتور اینجا میخوام، فانکتور میخوام یعنی ببینیم رو آبجکت کجا میره، روی مورف کجا میره. آبجکت این شیطان چیه؟ آبجکت این هست یک شیعی که این اف الان، خب این المنت ها میشه یکی یه ای که این عضو بیه و یه المنت توش، درسته؟ یه ایکسی توی اف ای. من باید بگم اینو ای ال آلفا کجا میبره؟ خب کجا باید ببره به نظر شما؟ این هر جا که باید ببره اینه که این باید ای این پای اف اینو میاره به ای، اونم پای جی باید بیاردش به ای، چون میخوام مثلث جابجا بشه. بنابراین من هیچ راهی ندارم جز که اولی رو بذارم ای، یعنی دست نمیزنم به اول. حالا اگه بخوام دومی رو دست بزنم باید چیکار کنم؟ خب شما یه آلفا داری، این آلفا رو اگه اپلای کنی رو ای، یعنی هر نشات ترانسفورمیشنی دیتاش اینه که یک عالم مپ از اف ای یا به ازای هر ای به جی ای میده، به طوری که اون مربع جابجا میشه دیگه، درسته؟ خب من آلفا ای دارم، اینم که ایکس از اف ای، خب آلفا ای ایکس رو میگیرم، این الان میفته توی جی ای، در نتیجه ول دیفایند. الان تازه نشونم دادم، یعنی خودم اینجوری تعریف کردم که ول دیفایند باشه، به معنی که یا ابجکت اینو واقعا بیاره به ابجکت، یا ابجکت این هر دو تایی نیست دیگه، این یارو هم باید تو اف این باشه، اینجا هم این باید تو جی این باشه که هست. خب این است تمام ابجکت هامو الان گفتم، کار خاصی نمیتونم بکنم دیگر. این که باید مپ رو میگفتم کجا بره. خب الان شما از ای ایکس مثلا یه مپی داری به بی وای، میدونیم که هر مپی توی کتگوری element در واقع یه مپ از A به B از F، به طوری که این اگر تو element F معنیش اینه که F که برعکسه Y رو میبره به X. هزار بار اینا دیدیم قبلا، درسته؟ یه همچین مپی دارم، میخوام ببینم اینو اگر EL آلوا بیاره کجا که میاره تو این. خب آلفا ببخشید دوباره اینو میاره به کجا؟ پایین دیدم، میاره به بی و آلفای بی وای. خب حالا امید من اینه که اینجا باید بگم که این ای ال آلفا که خودش فانکتوره، آبجکت رو میاره به آبجکت، این مورف رو بیاره به چی؟ اینجا. خب خب چی باید بیاره این مورفو؟ این مورف هست یه مپی از A به B، درسته؟ اگه من بخوام یک مپ معقول اینجا داشته باشم که از A به B بیاد، چی باید باشه؟ خودش باید باشه دیگه، چی باید باشه؟ اما همچین هم دل بخواهی نیست. چطور؟ چون این درسته که F، ولی X رو باید می آورد به Y تحت FF، اینجا باید اینو بیاره به این با GF، درسته؟ خب قبول داریم؟ حالا بذاریم من ببینم که اینجا یه سری پیام داریم که نشان میده که یک چیزی خرابه در تیمز. خب بذاریم من این برای لحظاتی این رو پاس کنم. پاس که نمیتونم بکنم، میتونم استاپش کنم.